بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام، یک دیگه از درس های ریاضی خوش آمدین. عنوان درس است که اثبات A به توان M کل به توان N مساوی است به A به توان MN، یعنی M ضرب N برای تمام قیمت های M و N، هر قیمتی که باشه، از صفر تا از تا عقلی که باشه. Proof of a to the power of m all to the power of n is equal to a to the power of mn or m times n for all values of m and n. دقیقا چیز سه حالت داره. حالت اول، وقتی که n عدد تام مثبت باشد، یعنی n یک عدد تام مثبت باشد، در این حالت داریم A به توان M کل به توان N مساوی به A به توان M جمع A به توان M جمع A به توان M جمع نقطه 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 معنی زیره در که یه تعداد زیاد A به توان M A به توان M A به توان M و بالاخره A به توان M N مرتبه، یعنی N مرتبه یعنی هر تعداد، یعنی مرتبه از صفر تا بر لاید مرتبه، یعنی باز مساوی میشه با چی؟ A به توان M ضرب N. حالت دوم، وقتی که N عدد کسری مثبت باشد، یعنی می توان عدد مثبت باشد مگر کسری باشد، در این حالت چی داریم؟ چی داریم؟ N مساوی با P و Q، P و Q یک اعداد تام هستند، P و Q اعداد تام مثبت هستند. پس چنین می نویسیم، در این حالت چی نشان می کنیم؟ نشان می کنیم که A به توان M کل به توان عوض N P بر Q، Q مساوی می شود A به توان M توان P توان است کل به توان Q P تحت جذر Q، مساوی می شود A به توان M ضرب N نظر به حالت اول که A به توان M به توان N مساوی به A به توان MN میشه، این مساوی میشه A به توان MP تحت جذر Q، که این مساوی میشه به A به توان MP جذر توان مخرج میباشه بر Q. این در یک دالت ضرب باشه میتونیم که جدا هم نشه کنیم که A به توان M ضرب P بر Q، که این مساوی میشه به A به توان M P و Q عبارت از چیست؟ قبل گفتیم که N است، A به توان M N. دوباره تکرار میکنم، اثبات A به توان M کل به توان N مساوی میشه به A به توان M N برای تمام قیمت های M و N. Proof of A to the power of M all to the power of N is equal to A to the power of M times N for all values of M and N. حالت اول، وقت N عدد تام مثبت باشد، در این حالت داریم A به توان M کل به توان N مساوی به A به توان M جمع A به توان M جمع A به توان M جمع A به توان M چند مرتبه؟ N مرتبه، یعنی هر تعداد که خواسته باشیم، تعداد زیاد، که این مساوی میشه با A به توان M ضرب N، در ضرب تمرا چی میشه؟ جمع میشه، یا در جمع دولت جمع باشه توانشون با هم دولت ضرب است، دولت ضرب باشه توان رو جمع میشه. حالت دوم، وقت N عدد کسری مثبت باشد، در این حالت یعنی N مساوی باشه با چی؟ یک کسر P و Q، P و Q چیز عدد مثبت هستند، پس چونین می نویسیم A و توان M کل و توان عوض N P و Q، که مساوی میشه با A و توان M ضرب N کل تحت جذر Q بر Q، این تحت جذر Q که مساوی میشه با A و توان MP نظر به A و توان MN A و توان MP تحت جذر Q، مساوی میشه با A و توان MP M نظر به P MP و Q جذر مخرج میباشه P بر Q، که در درس قبلی ما اینو میفهمیم، که مساوی میشه با A و توان M نظر به P بر Q،
مساوی میشه به A به توان M P و Q چیز اینجا دیدیم که N M N حالت سوم وقتی که N عدد منفی باشد خواه کسری و یا تام در این حالت N مساوی است به منفی P می باشد برای اینکه N منفی باشد باید P مثبت باشد و برای اینکه P مثبت باشد N باید منفی باشد چنین می نویسیم A به توان M کل به توان N مساوی است به A به توان M کل به توان عوض N منفی P بنابراین بخاطر از اینکه هر دوی ازی با حالت توان منفی است باید پایین بیاید یعنی A به توان M کل به توان منفی P مساوی به یکی بعد A به توان M کل به توان مثبت P دائم توان منفی که بود برعکس میشه در مخرج میه که این مساوی میشه به یکی بر A به توان توان ها ضرب میشه A به توان MP که مساوی میشه به A به توان یکی بر A به توان M P یوازی P N مساوی با منفی P یا P مساوی با منفی N منفی N که میتونیم بگیم که یکی بر A به توان منفی A و M ضرب منفی N مساوی با منفی MN که توان وقتی که منفی بود پس با علامه مثبت بالا میره یعنی مساوی میشه با A به توان A به توان MN بر یک هر عدد که مخرجش یک بود خودش یعنی مساوی میشه با A به توان مثبت M تا ضرب N تکرار میکنم وقتی که N عدد منفی باشد خواه کسری و یا تام در این حالت N مساوی میشه با منفی P برای اینکه N منفی است باید P مثبت باشد چنین می نویسیم A به توان M کل به توان N مساوی است با A به توان M کل به توان منفی عوض N منفی P مساوی با A به توان یک بر A به توان M کل به توان مثبت P این مساوی میشه با در ضرب توان ها جمع میشه در ضرب توان ها توان بر توان ضرب میشه یکی بر A و توان MP که این مساوی میشه به یکی بر A و توان M عوض P منفی N P مساوی به منفی N N مساوی میشه با منفی P و یا P مساوی میشه به منفی N که این مساوی میشه به یکی بر A و توان منفی M مثبت M ضرب N منفی MN وقتی که منفی ما بخواییم مثبت دوستیم پس از مخرج در صورت میره یعنی A به توان مثبت M N بر یک یا هر عدد که توانش مخرجش یک بود خودش A به توان M N یعنی با شما در هر حالت دیدیم که چی حالت کسری باشه چی حالت تام باشه و یا چی حالت منفی باشه در هر حالتش A به توان M کل به توان N مساوی میشه با A به توان M ضرب N یا MN خدا کنه که زیر درس خوشتان آمده باشه اگر خوشتان آمده باشه لطفا لایک کنین و همچنان با فامیل و دوست ها شریک بسازین سپاس فراوان از کامنت های و نظریات زیبای قبلی تان و منتظر نظریات بعدی شما عزیزان می باشیم کسایی که ویدیوها رو می بینن از تابل چینل سبسکرایب نکنن لطفا سبسکرایب کنن و اگر می خواهید که از ویدیوهای بعدی استفاده کنین لطفا علامه زنگوله رو فشار بدین برای شما عزیزا شب روز خوش می خواهیم خدا حافظ و ناصرتان